سلام آقای کیانیان، عبادت خیلی زیادی داریم. سلام علیکم و بالعکس عبادت زیادی. این روزا شما خیلی پیگیر این طرح سیانت چیز هستیم و فعالیت های زیادی داشتیم و حتی یک نامه‌نگاری های اینترنتی هم با آقای قالیباف داشتیم. الان اوضاع چجوری میبینید؟ و ببین، اوضاع رو جوری نمیبینم من، برای که من نه پیشگو هم نه پسگو، همینجوری حس خودم رو همیشه می‌نویسم به عنوان یه شهروند، نه به عنوان اینکه چون مثلا نماینده یک کسی هم. چون یه عده اون تو کامنت ها میسن مثلا هنرمندی که صدای ما را به دیگران میرسنه، مثلا صدای کسی رو به جایی نمیرسنه، من حرف خودم رو فقط میزنم. بعدم ببین، طرح سیانت اسمش از سیانت از فضای مجازی. سیانت یعنی چی؟ اولا چرا عربی حرف میزنیم؟ که فارسی بگیم ما بفهمیم. آیا حداد عادل و ناراحت شد؟ یعنی نگهداری دیگه، نگهداری و مثلا چون میدونم باز حفاظت عربی میشه، برحال یعنی حفاظت و نگهداری از فضای مجازی. خب مگه ماها چلاقیم خودمون بلد نیستیم حفاظت کنیم؟ یه عده دیگه باید بیان برای ملت تصمیم بگیرن و از ملت حفاظت کنن؟ مگه ملت گله گوسفندن که ورشون دارن ببرن یه جایی؟ ما هم عاقلیم هم بالغیم و هم خوب میفهمیم. یعنی من مطمئنم که من که هیچی، جوانای این مملکت از کل مجلس ما روی همدیگه اینترنت رو بهتر میفهمم و با اینترنت بهتر از همه اونا بلدن کار کنن. خب اونا میخوان از اینا سیانت کنن، اونا اینا رو میخوان حفاظت کنن. اسمش پس سیانت نیست، یه چیز دیگه است، چیزیست به اسم محدود کردن. اسم محدود کردن رو میذارن نگهداری و حفاظت و مثلا قربونت برم، مثل بشین و به تمرگ و به فرماس. خب حالا کردنش به فرمو، ولی در واقع به تمرگه. برای چی آخه شما کنید یه چیزی سیانت کنید که ما بهتر از شما بلدیم؟ بدونی مثل حجاب اجباریه. حجاب از امام خمینی پرسیدن که این فیلمای خارجی رو که ما میخوایم توی تلویزیون نشون بدیم، خب حجاب ندارن، چی کار باید بکنیم؟ امام هم بهشون گفتش که قرار نیست اونا حجاب داشته باشن، قراره که شما خوب نگاه کنی یا نگاه نکنی. در مورد طرح سیانت هم همینطوره. طرح سیانت ما از شما بهتر بلدیم آقایون مجلس، آقایون اعضای کمیتیون فرهنگی مجلس. شما به من بگو تا الان چند بار سینما رفتی، چند بار تئاتر رفتی، چند بار رستوران رفتی، چند بار کنسرت رفتی، چند بار گالری رفتی که نمایشگاه نقاشی ببینی، چند تا رمان خوندی، چند تا شعر خوندی؟ پس چرا اسم کمیسیون فرهنگیه؟ بس شما میخوای به اصطلاح از فضای مجازی سیانت کنی؟ نه، میخوای فضای مجازی رو شکل خودت کنی. خیلی خوب، چرا همه چی باید توی مملکت شکل شما باشه؟ نه، ما هم یه شکلی داریم، بذار ما هم شکل خودمون باشیم. ما که برانداز نیستیم که، ما شکل خودمونیم. و خداوند، برادر عزیز، خداوند آدم‌ها رو به شکل‌ها و رنگ‌های متفاوت آفرید و به همه روزی میده، به همه روزی میده. تو چرا همه رو میخوای بکنی یه شکل؟ چرا به بعضی روزی نمیدی، به بعضی روزی میدی؟ یعنی ببین، رو دست خدا بلند شدی، کار خوبی نیست. بذار خداوند همونجوری که کار خودشو میکرده انجام بده. ما بندگان خدا هم با خدا طرفیم، با شما طرف نیستیم. شما نماینده مجلسی برای این که حقوق ما رو توی کشور در واقع سیانت کنی از حقوق ما. یعنی چی؟ یعنی از ما کس دزدی نکنه، یعنی اجناس گرون نشن که ماشاءالله روز به روز بیشتر شدن. قیمت
سرانه ملی ما زیاد بشه. از اینا باید در واقع نماینده ما برای اینا قانون بذاری جلو دزدی رو بگیری، قانون بذاری جلو بیناموسی رو بگیری، قانون بذاری روابط بین المللی ما خوب بشه، دشمنی ها کم بشه، دوستی ها زیاد بشه. امروز روز چیه؟ چه روزیه؟ روز مبارکه؟ روز مبارکه؟ آها، میلاد حضرت محمد. آره، من دارم از ایشو میپرسم. تولد حضرت رسوله و امام جعفر صادق. و امام جعفر صادق، حالا ایشون دارم. یعنی چی؟ رسول اکرم، رسول مهربانی مگه نبوده؟ پیغمبر شیعه و سنی با هم بوده، پیغمبر همه مسلمان ها بوده. بعد در ضمن بقیه ادیان هم اصلا هیچ مشکلی با ایشون نداشته، ایشون همه در پناه ایشون بودن. یهود در پناه همین حضرت محمد بوده، نصارا در پناه همین حضرت محمد بوده. خب حالا پس شما ایراد کاریتو نداشته باش دیگه، ما حسابمون با خدا و پیغمبرمون روشنه. خدا و پیغمبر ما هم به ما گفتن چه کارا بکن، ما همون کارا رو میکنیم. شما از حقوق شهروندی ما و ملی ما دفاع کن، یه چیزی رو کم نکن، یه چیزی رو زیاد کن. یعنی اگر شما اومدین قرار بوده بیاین چیکار کنین، قولی که به ما دادین چی بود؟ این بودید که استضعاف رو ما کم بکنیم. چه استضعافی رو کم کردین شما؟ ممنون میشم برامون بگید. کم کنیم دیگه، چی کار داریم به فضای مجازی؟ چرا هر کدوم میتونیم یه چیزی از ما میگیریم؟ ای بابا یه چیزی به ما بدیم. شما که خودتون ماشاءالله وقتی که میان یه چیزی میگیریم، تا آخر عمرم که میگیرین همونو. خب یه چیزی هم به ما بدیم، بزنیم ما بگیریم. انقدر خصیص نباشین همه چی رو ببندیم. بعدم چه کشورهایی اینترنتشون محدوده؟ روسیه محدوده، چین محدوده، هند محدوده، کره شمالی محدوده و ما رو هم میخوان شبیه اونا کنیم. خب چرا ما شبیه بقیه کشورها رشیم؟ چرا شبیه اینا بشیم؟ نمیشه که. یعنی هر چی که هر کشوری رو که یه چیزی رو محدود کرده، شما صاف اونو پیدا میکنیم، میگیم بقیه هم هستن. خب بقیه هم محدود کردن، چرا شما دنبال محدود کردن این همش؟ ببینید چه کشوری چه چیزی رو محدود کرده، شما محدود کنید. برای چی؟ خب وقتی که محدود میکنه به دست ما نمیرسه. وقت به دست کی میرسه؟ به دست اون کسی میرسه که قدرت داره. پس شما با قدرتمندان هم کاسه هستید، نه با مستضعفان، نه با اقشار میانی. چون وقتی که اینترنت رو محدود کنید، برای من محدود میشه چون من دسترسی ندارم، ولی کیا براشون محدود نیست؟ تمام قدرتمندان براشون محدود نیست. خب اونا چیکار میکنن؟ اونا از اخبار مطلع، ما از اخبار مطلع نیستیم. اونا وقتی که یک نفر از اخبار مطلع باشه، خب میتونه سودهای کلام ببره دیگه، چون میدونه که چه خبره، چی خواهد شد، چی خواهد نشد. ولی ما که از در واقع اطلاعات محرومیم، خب بلد نیستیم، فقط بلا سرمون میاد. ول کنین این قدرتمند رو بابا جان. مگه نگفتی رفع استضعاف؟ خیلی خوب، رفع استضعاف کن دیگه جون مادرت. آره، قربونت، موفق باشی. آه خیلی مخلصیم.